سرخط خبرها، مجوز شی جین پینگ به ارتش برای شرکت در عملیات‌های غیرنظامی خارجی. ترامپ: آمریکا در حال سقوط آزاد است. هشدار تند روسیه درباره کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین. و 3000 نظامی انگلیسی در اوکراین علیه روسیه می‌جنگند. مشروع اخبار: مجوز شی جین پینگ به ارتش برای شرکت در عملیات‌های غیرنظامی خارجی. تنها چند هفته پس از آنکه چین پیمان امنیتی با جزایر سلیمان امضا کرد، شی جین پینگ فرمانی را در مورد اقدامات ارتش آزادی بخش خلق چین با ماهیت غیرنظامی امضا کرد. این سند به ارتش چین اجازه می‌دهد تا در عملیات‌هایی که ماهیت غیرنظامی دارد شرکت کند. این دستور از 15 ژوئن به اجرا درخواهد آمد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه ABC استرالیا، دولت شی جین پینگ رئیس جمهوری چین اعلام کرد که او طرح‌هایی را امضا کرده که عملیات‌های نیروهای مسلح را در خارج از مناطق درگیر جنگ مجاز می‌داند. به گفته رسانه‌های دولتی، شی جین پینگ 59 سند به امضا رسانده است. دولت چین اما میگوید مبنای قانونی را برای ارتش آزادی بخش خلق چین فراهم کرده تا از حق حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه چین محافظت کند. ترامپ: آمریکا در حال سقوط آزاد است. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، ایندیپندنت گزارش داد که دونالد ترامپ اعلام کرده که آمریکا تحت هدایت دموکرات‌ها در حال سقوط است و همچنین آنها را متهم کرد که هدفشان از برگزاری نشست‌های علنی استماع کمیته تحقیق انحراف افکار عمومی از یک سری مسائل داخلی پیش روی کشور است. در بیانیه 12 صفحه ترامپ که روز دوشنبه کمیته اقدام سیاسی نجات آمریکان را منتشر کرد آمده است: حکومت در حالی که می‌بیند قدرت از دستش خارج شده است، تا جایی که می‌تواند محکم به آن چنگ می‌زند. کشور ما در حال سقوط آزاد است. آمریکایی‌ها در تلاشند تا باک‌های بنزین خود را پر کنند، به نوزادانشان غذا بدهند، فرزندان خود را آموزش دهند، کارمندان را استخدام کنند، سفارش خرید بدهند، از مرزهایمان در برابر تهاجم محافظت کنند و انبوهی از تراژدی‌های دیگر که 100% آنها را دموکرات‌ها ایجاد کردند که از طریق انتخابات تقلبی به قدرت رسیدند و مردم کشورمان هم خشمگین و هم ناراحت هستند. هشدار تند روسیه درباره کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در حالی که تنش‌های مسکو و واشنگتن شدت گرفته، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، از کمک‌های تسلیحاتی این کشور به اوکراین به شدت انتقاد کرد. رسانه‌های روسیه روز چهارشنبه امروز گزارش دادند سفیر مسکو در واشنگتن با آمریکا درباره قصد این کشور برای ارائه کمک‌های تسلیحاتی بیشتر و ارائه تعداد بیشتری از سامانه پیشرفته راکت و موشک انداز هیمارس هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تاس، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، با اشاره به ادامه کمک‌های تسلیحاتی واشنگتن به اوکراین اعلام کرد که آمریکا به دنبال پایان صلح‌آمیز این بحران نیست و به تنش‌ها دامن می‌زند. 3000 نظامی انگلیسی در اوکراین علیه روسیه می‌جنگند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ماموکا مامولاشویلی، یک فرمانده گرجستانی که بر عملیات مربوطه به داوطلبان خارجی نظارت دارد، تصریح کرد که حدود 3000 نظامی انگلیسی در اوکراین علیه نیروهای روسی نبرد می‌کنند. بنابر گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، ماموکا مامولاشویلی، فرمانده لژیون گرجستان، گفت که حدود 20000 جنگجوی خارجی به نیروهای اوکراینی کمک می‌کنند که تقریباً یک هفتم آنها از بریتانیا هستند. بر اساس این گزارش، لژیون گرجستان، یک واحد نظامی تحت فرماندهی اوکراین، بیشترین سهم از جنگجویان خارجی در اوکراین را تشکیل می‌دهد. نظامیان انگلیسی دومین گروه بزرگ و جنگجویان آمریکایی سومین گروه را تشکیل می‌دهند. مامولاشویلی که یگان لژیون گرجستان را در زمان آغاز درگیری‌ها در سال 2014 در شرق اوکراین بنیانگذاری کرد، به اسکای نیوز گفت که 70-80% از جنگجویان داوطلب خارجی در ابتدا از یگان وی عبور می‌کنند، اما بیشتر آنها به لژیون بین‌المللی می‌روند، زیرا او به دنبال تجربه رزمی بیشتر است.